در دیباچه کتاب شریف گلشن راز بودیم و عرض کردیم که گلشن راز یک منظومه هست که منظومه ها معمولا توی علم های مختلف نوشته می شدن که کار حفظ اون علم رو آسان تر کنه. حالا ما چند تا منظومه توی فارسی داریم، منظومه هایی در عربی داریم مثل منظومه حاج ملا هادی سبزواری یا مثل الفیه ابن مالک. الفیه ابن مالک تو نحو 1000 بیت داره، معمولا هم سعی میکردن که به صورت الفیه باشه. اینم گلشن راز هم حدودا همون 1000 بیت داره، حالا با 3-4 تا کمتر یا بیشتر. منظومه 1000 بیتی برای کار حفظه، منتها خب چون منظومه هست، چون که برای یادگیری و حفظ و به ذهن سپردن و این هاست، معمولا دقیق کلمات انتخاب می شود. اینه که گاهی روی کلمات زیاد تکیه میکنیم و تأمل میکنیم، به خاطر که کلمات رو با دقت سعی کردن که بگنجانند در آنجا. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طرفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. خداوند نقاشه، خداوند نقاشه که بر لوح عدم، یعنی جایی که خدا نقاشی می کند و نقش می آفریند هیچ سابقه ندارد، از عدم می آفریند. این نقش رو بر لوح عدم می زند، نه اینه که چیزی هست و در اون کار دیگری انجام می دهد. نه، این بحث ابداع که از نیستی به هستی آوردن، خداوند نقاشه، بر لوح عدم قلم میزند و قلم صادر اول خداست که حقیقت محمدیه باشد، عقل اول باشد، صادر اول باشد و نقاشی میکند خداوند که این هزاران نقش بر لوح عدم زد. این با اسماء گوناگونی که خدا دارد، این همه تنوع و گوناگونی ها رو به وجود می آورد، منتها با یک قلم. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، که اون وجود منبسط یا اون قلم به تعبیر حافظ، این بحث نقاشیه خداوند. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. این هزاران نقش، این همه نقش عجب بر گردش پرگار داشت. خیز تا بر کلک اون قلم، خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، که این حقیقت محمدیه است، حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم هستن که با چقاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. حالا بحث دم بود، از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. از آن دم، یعنی خدا، یکی دیگه از
اسامی که برای اون صادر اول یا حقیقت محمدیه ذکر میکنن نفس رحمانی است. نفس رحمانی. حالا بعد هم شاید اشاره بشه که این نفس تشبیهه، نفسی که ما بیرون میدهیم رافع کرب است که در درون یک به اصطلاح حیاتی هست که این نفس با اون حیات ارتباط داره. خداوند که رحمان هست، از سر رحمانیتش این دم که این نفس است این بیرون داده میشه و با همین یک نفس همه عالم پیدا میشه، هر دو عالم، عالم شهادت و عالم غیب. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم. این نفسی که ما بیرون میدیم، خب کلمات چون موجودات کلمات الله هستن که به تعبیر قرآن هم که اگر که همه دریاها مرکب بشند و همه درختها قلم بشند و اینها نمیتونن کلمات خدا رو بشمارن. این کلمات که تجلی خدا هستن، یعنی که بعد بیشتر میگیم کلمه چیه؟ کلمه و کلام اعرابون اما فی ضمیر، درسته؟ یعنی اون چیزی که در باطن هست با کلمه و کلام میاد بیرون و ظهور میکنه. خب پس عالم که کلمه خداست، کلمه خداست، اعرابون اما فی ضمیر، یعنی اون چیزی که در باطن است ظاهر میشه. حالا منباب همینطور تشبیه عادی که صفات شما در کلامتون پیدا میشه، علمتون تو کلامتون پیدا میشه، یعنی هرچی اونجا پنهان هست اینجا آشکار میشه، از غیب، از غیب وجود شما میاد به بیرون و جلوه میکنه. البته عالم غیب و عالم شهادت خدا نسبت به هر دو بازم غیبه، یعنی حتی نسبت به غیبم که ملائک باشند و اینها، این باز خدا غیبه، غیب الغیوبه. خدا کلمات میده بیرون و این عالم که همه جلوه خداست کلمه خداست. حالا سعدی گفت تا مرد سخن نگفته باشد، کاری به اینجا نداره، ای با هنرش نهفته باشد، این سخن که در درونه ظاهر میشه. حالا خدا همه هنرش که نقاشه، حالا اون تصویر نقاشی بود با قلم، این حالا تصویر جور دیگری که بگید که کلمات الله خدا ظهور کرد، آنچه در باطن بود کنت و کنزن مخفیا، گنج مخفی بودن فاحببت ان اعرف، خدا این رو خواست شناخته بشه، این کلمات تجلی خدا هستند در دو عالم. کلمه چجوری ساخته میشه؟ با نفس. نفس که ما میدیم بیرون هست که کلمات رو میسازه. اون وقت این نفس به مخارج حروف میخوره، یعنی حالا از عربی که مثلا بگیم که این نفسه که میاد بالا، این آخری ه هست مثلا، درسته؟ به این قسمت حنجره بخوره، غین بالاتر باشه، همزه بالاتر باشه، د، ز. خب شما یه نفس میدید بیرون، یک نفسه، متفاوت نیست، اما این مخارج حروف هستن که یکیش رو ه میکنه، یکیش رو خ میکنه، غین میکنه، و میکنه، لبتون که به هم همون نفسه مخواب یا بیرون م میشه، نه میشه زبونه جه. خب حالا این مخارج حروف توی بعد بیشتر میخونیم، فعلا در دیباچه هستیم. این میگنش اعیان ثابته که آن یکی فیضش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. یعنی اعیان ثابته هنوز وجود پیدا نکردند ولی قابلیت وجود رو دارند، اما هنوز
نفس رحمانی بهشون نخورده، هنوز نفس رحمانی بهشون نخورده. الان هه اینجا هست، خ همزه میم، منتها باید یک نفس بیاد به اینها بخوره، به هر کدوم هم میخوره متفاوت میشه لفظش، صداش، که این تشبیهه دیگه، بالاخره سعی کردن یه جوری این رو برسونن. این نفس رحمانی به اعیان ثابته میخوره و از اعیان ثابته تکلم و کلمه و کلام درست میشه و این عالم هستی پیدا میشه. یعنی اعیان ثابته که در علم خدا هستند، اینها ماسوا الله نیستن، درسته؟ چون گفتیم موجودند به وجود الله نه به ایجاد الله، موجودند به وجود الله، اینا هنوز به اصطلاح ماسوا الله نیستن. ماسوا الله عالم غیب و شهادت است، یعنی اونی که بهش میگیم عالم، که عالم از چه ریشه علم، یا از ریشه علم، یا حالا علامت و علم و کتل، تو سینه زنی ها دیدیم که علم، علم نشونه عالم، علامت خداست، جلوه خداست. این هر دو عالم، عالم غیب و شهادت با نفس رحمانی که به اعیان ثابته میخورد ظاهر میشود. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، پیدا شد یعنی ظهور پیدا کرد، از آن دم، از آن نفس رحمانی که به اعیان ثابته. خب بعد وزان دم شد هویدا جان عالم، اون وقت جان عالم، جان آدم، این باز از آن دم هویدا شد. خب حالا این آدم خلیفت الله، یعنی به لحاظ خلق آخر همه، درسته؟ یعنی حالا شما ملائک بیان، زمانیش رو هم نمیگم، ملائک بیان، هستی، ترتیب ملائک بیا، بعد خاک باشه، بعد جماد باشه، چه باشه، یا خود همین آدم هم که میخواد درست بشه، بدن رو نمیدونم، مزقه و علقه و آخرش آدمه، یعنی گله هستی که اساره همه کمالات هستیه آدمه، یعنی همه اینا طی شده، همه این مراحل از اون بالا همین جوری اومده پایین، جمع شده توی وجود آدم تمام اون کمالات و اسما و صفات. یعنی انسان بهش میگن کون جامع، کون جامع، یعنی همه آدم یک ویژگی خاصی داره با بقیه موجودات فرق میکنه. در وجود آدم همه اسماء و صفات ظهور کرده، به تعبیری اول شبیه ما، اول الفکر و آخر العمل، یعنی لولاک لما خلقت الافلاک. این وجود آدم که خلیفت الله هست، خلیفه باید همه صفات مستخلفون عنه رو داشته باشه، یعنی اونی که خلیفشه، این همه صفات خلیفه خدا، درخت نیست، چوب نیست، ملک هم نیست. خب که اعتراض داشتن، گفتن که نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما. این بابا آدم میکشه، خون میریزه، چی. اگرم خیلی میخواهید که یک کسی عبادتت کنه، خدا تقدیست کنه، ما که هستیم، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، البته شوخی میکنیم با ملائک، ولی همچین اعتراض اینجوری که خب ما که بودیم، این آدم بابا، این در عینه که عبادت میکنه در، اما همه چیز رو، یعنی خاک رو هم، ملائک خاکی نیستن، ملائک بعضی به اصطلاح مراتب عالم پایین رو ندارن، اما انسان از عالم پایین تا فوق ملک رو
همه رو داره. موجودات دیگه که خب جای خودشون مشخصه، اما ملائک هم حتی میگن چی؟ ما منا الا وله مقام معلوم. همه ما یه مقام معلوم داریم، نه بالاتر میریم نه پایین تر، همین جایی که هستیم تو این ساعتی. ما منا الا وله مقام معلوم، درسته؟ این که تازه ملائک هم. خب دیگه گوسفند و گاو و اینها هم همینن، اینا هم یه وضعیت خاصی دارن. اما انسانه که یک به اصطلاح طیفی داره که تو هیچ مقامی توقف نمی کنه. ظلومن جهولا، خب ظلوم است یعنی تو حد نمی گنجه، جهول است یعنی اون چیزی که بود اصلا به دست فراموشی میسپاره و میره بالا. فحمله الانسان انه کان ظلومن جهولا، حد نداره انسان، مقام ثابت نداره، مقامش مقام بیمقامیست و لاحدیست. خب پس آدم اصلا هدف خلقت بود، گل سرسود خلقت بود، لذا آدم رو به طور جداگانه و اختصاصی صحبت کردن. و از آن دم شد هویدا جان آدم، از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. در آدم شد پدید این عقل و تمییز، که تا دانست از آن اصل اصل هر چیز. این همه غلطه. در آدم شد پدید این عقل و تمییز، که تا دانست از آن اصل همه چیز. نمیشه اینا. در آدم شد پدید این عقل و تمییز، که تا دانست از آن اصل همه چیز. همه چیز درست داره. خب هدف خلقت چی بود آقا؟ هدف خلقت کنتو کنزن مخفی. یا خدا چرا خلق کرد؟ گفت که فرمود، داوود سوال کرد از خدا که خدایا چرا خلق کردی؟ سوالی که بیشتری میکنن که هدف خلقت چیه. خدا فرمود که کنتو کنزن مخفی، یا گنج مخفی بودم، فاحببتو ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشم، فخلقت الخلق لکی اعرف، خلق رو خلق کردم تا شناخته بشم. یعنی هدف خلقت معرفت است، هدف خلقت شناخت است. خب قرآن که داره، و ما خلقت الانس والجن، جن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای عبادت. خب الا لیعبدون، روایت از حضرت خطی مرتبت، ابن عباس از حضرت خطی مرتبت روایت نقل میکنه که این لیعبدون ای لیعرفون، یعنی شناخت هدف خلقه. ما نیومدیم که اینجا بخوریم و بچریم و بخوابیم بعدم بمیریم و خاک بشیم. هدف خلقت معرفت بود، احببت و ان اعرف. خب و این معرفت کما هو حق فقط آدم میتونه پیدا بکنه. یعنی اگر خدا خواست که شناخته بشه، اونی که میتونه عارف بشه به معنای واقعی آدم است. دقت میکنید؟ گاوه که هیچی، گوسفنده که هیچی، اونا به اندازه ظرف تکوینی خودشون شناخت دارن، ولی خدا رو آنچنان که هست تمام نما بشناسن. البته این شناخته، این شناخته چیه؟ این معرفته، این شناخته اوجش حق الیقینه، یعنی خداگونه بشه. خدا میخواد خودش رو ببینه، درسته؟ به نحو تفصیل تو آینه هستی خواست خودش رو ببینه، احبب تو اناره. اون آینه تمام نمای خدا که همه صفات خدا رو نشون میده انسانه، یعنی حق الیقینه. انسان به این صفات متحقق است، نه که فیلسوفه که فقط بشناسه که. ولی به هر حال شناخت و معرفت خدا
اون چنان که حقه، اون چنان که هدف خلقته، کار انسانه. به همین علت انسان حسابش جداست، تافته جدا بافته هستی است. در آدم شد پدید این عقل و تمیز. حتی ملائک، آقا ملائک چطور شد؟ شوخی باز بکنیم که اون جایی که اعتراض داشتن داد و بیدادشون بالا بود که بابا این چه وضعیه، قال انی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم چیزی رو که شما نمیدونید. یعنی ملائک هم جاهلن. معلم ملائک باید آدم بشه، یعنی آدم باشه برسته. خب یعنی انسان معلم ملائکه. خدا گفت ان به اونی به اسماء هاولا ان کنتم تعلمون، اگر که ساز ان کنتم تعلمون، اگه میدونید اسماء اینا رو بگید. یعنی همه اسم ها رو، همه اسم ها رو ملائک نمیدونن، نمیتونن. فقال یا آدمو انبئهم به اسمائهم، یادشون بده آدم، انبئهم به این ملائک به اسمائهم، اسماء همه هستی رو که هر چیزی یه اسم خداست. آدم این عقل و تمییز کامل را دارد که بفهمد. در آدم شد پدید این عقل و تمییز که تا دانست از آن اهل همه چیز، اصل همه چیز. این آدم به اصطلاح عقل و تمییز دارد که اصل همه چیز رو که غیب، به غیب خدا، به غیب کامل خدا آدم راه دارد. درسته؟ این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. یعنی همه چیز نزد ماست، خزائنش به قدر معلوم میفرستیم که توی این عالم. خب کار آدم چیه؟ کار آدم اینه که با این تمییز، با این عقل، عقل و تمییزم حالا توی حکمت هست و عرفان بیشتر ایشون وارد نظرشه، از این همین که قدر معلوم هست که مربوط به عالم پایین است، این درک میکند میره بالا. با عقل و تمییز میره بالا. کجا میرسه آقای تهرانی؟ خزائنه. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. همینه که این پایینه میگیره میره بالا. لذا عروج داره انسان، معراج داره، صعود داره. صعودش هم با عقل و تمییزه، با معرفته. با موشک نیست، با آپولو نیست، با عقل و معرفت و تمییزه که انسان که تا دانست از آن، با این عقل و تمییز اصل همه چیز. نه اون وقت چون که لااقل عالم پایین رو صفات عالم انسان، حیوان هم هست درسته، ولی ملک حیوان دیگه نیست. لذا این جماد و خاک و انسان تن داره، بدن داره، ملائک این رو ندارن. لذا همه هستی که شما نشانه خدا باشد توی وجود انسان جمعه که ملائک این رو ندارن. اولین انسان کاملی که دیگه افعال کامل به خدا تعالی پیدا کرد، پس یه قرار از اصل قدرت همین شد. خب و این باعث درسته، این اولین انسان کامل کی بود؟ حضرت ختمی مرتبه. این شناخته باید تداوم داشته باشه. کنت و نبیان و آدم و بین الماء و تین، درسته. این به اصطلاح حضرت و اون وقت این انبیا همه تک به تک جلوه اون انسان کامل هم. یعنی این بایستی تداوم داشته باشه، تعطیل نباشه. یعنی این که به اصطلاح شوخی بکنیم که این مثل قایم موشک
نیست که به اصطلاح یه دفعه خودش نشون بده بره دیگه بعد قایم بشه که فرض کنید که نه، این اگر میخواد جلوه کنه، اگه میخواد هست، میخواد همیشه باشه. لذا این باریکلا این که خلقت تا کی هست، هدف تا وقتی که هدفش باشه. لذا اگر که این که روایت داری که اگر حجت بر زمین نباشه چی میشه؟ اصلا هستش از بین میره، هستی میبلعه مثلا، حالا به تعبیر وزیر وایان. لذا بودن حجت، این همیشه حجت خدا، حجت خدا یعنی این تداوم انسان کامل، تداوم هستی است. حالا این به اصطلاح یا با داستان مریم فرض کنیم که تمثل له بشرها بشرا سویا، اینا تمثل حرکت و دگرگونی هست. حالا فعلا دیباچه، دیباچه یعنی خیلی مجمل و خلاصه، بعد توی متن خیلی مفصلترش ذکر میکنه. چه خود را دید یک شخص معین، تفکر کرد تا خود چیستم من. اینو بگیم برای فردا میذاریم. خب آیا تفکر تمییز، همیشه آدم میره نگاه گاو میکنه، نگاه شتر میکنه، افلا تنظرون الی الابل کیف خلقه، اینجوریه اون وقت خدا رو میشناسه، درسته؟ یعنی که این شتره اصلش از خداست و اینجوری میفهمه، افلا تنظرون الی الابل کیف خلقه، یا نه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این آیات تو خود شما هم هست، در نفس خود شما هم هست، این بالاتر هم هست. یعنی خب این که اصل هر چیزی میخواد بدونه، اصل هر چیزی، یکی از چیزها خود منه، درسته؟ اصل خود من چیه؟ چو خود را دید یک شخص معین، درسته؟ اصل من آقای اکبری، اصل من تعین داره نداره؟ من الان یه شخص معینم، این منه تعین دارم، محدود به زمان و مکان و علت و شرایطم. چو خود را دید یک شخص معین، میخواد بره اصلش رو بشناسه، تمییز اصل من کجاست، تفکر کرد تا خود چیستم من. خود چیستم من، این منه، این سؤاله چیه؟ خب این من کیه؟ حالا امروز که دیگه میگن که آیدنتیتی کارت، کارت هویتت، آقا من فامیلیم اینه، بابام اینه، ننم اینه، خونمون کجا، شغلم اینه، این میشه من. نه بابا، این که تا خود چیستم من، این که تفکر میکنه، یعنی میخواد چیه؟ اصلش رو پیدا بکنه. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اون روزگار وصل که اصل ما هست، این رو میخواد بفهمه با تفکر، این میشه عارف. یعنی انسان سوال مهمش من کیم، من کیم، منم که کیم، یعنی با اصلش بشناسه. حالا فلسفه بخوایم بگیم، آقای طاهری، بهترین راه شناخت یک چیز به چیه؟ شناخت از راه علته، درسته؟ یعنی علت و اصل رو اگر بشناسی، معلول رو خوب شناختی. لذا برهان لمی قوی تر بود از برهان انی. خب اصل خودش رو مخواد بشناسه، درست شد؟ اصل من چیه؟ خودم رو میخوام بشناسم. بسم الله الرحمن الرحیم، راه افتادیم بریم خودمون بشناسیم. شناختیم؟ اگر شناختیم، من عرف نفسه فقط عرف ربه، میرسی به اصل خودت. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار اصل خیش، روزگار وصل خیش. من عرف نفسه عرف ربه.
پروردگارت رو شناختی. آقای اکبری هم نگاهی ساعتو میکنه و صلی الله علی محمد و آله.